فقط یک نامه زندگی زوج عاشق را از تباهی نجات داد. تمام اشتباهاتم را در نامه اعتراف کردم، همسرم مرا بخشید و دوباره زندگی خوش آغاز کردیم. داستانی از نوشته های فرشته غنی. میزبان شما اجمل غفوری. سلام عرض میکنم خدمت همه شما که شنونده چینل افغانستان جورنال هستین و بی صبرانه انتظار میکشین تا داستان جدید را بشنوین. قبل از آغاز داستان لطف نموده چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را هم فشار بدین. این هم آغاز داستان. سال 2010 بود. یک سال میشد که در پوهنتون خصوصی مصروف درس خواندن بودم. ما در رشته کمپیوتر ساینس درس میخواندم. با تلاشای مکررم تانستم در امتحان بورسیه تحصیلی کشور ترکیه پذیرفته شوم. تا قبل از او با یک رفیقم که زبان ترکی بلد بود و مدت 2 ساله در ترکیه سپری کرده بود، خیلی وقتا کوشش میکردم ترکی صحبت کنم. عرف زدنشو سلام و کلام عادی یاد گرفته بودم. امتحان بورسیه را خیلی سخت گرفتن. چند مرحله داشت. هر مرحله سوالای به خصوص خود داشت. خیلی استرس داشتم. اما بالاخره سپری شد. گفتن تا 4 ماه آینده نتیجه او اعلام میشه. اما 6 ماه سپری شد. روز شماری میکردم. 2 چشمم به طرف کمپیوتر بود که چه وقت باشه نتیجه امتحان اعلام شوه. اما خیلی طول کشید که جواب به دست ناوردم. ما از یک طرف شوق درس خواندن در پوهنتونای ترکیه را داشتم، از طرف دیگه هیجان رفتن به ترکیه مرا وادار می ساخت که ساعتها پای کمپیوتر بشینم و منتظر ایمیل بمانم. جزی هیچ کار کردن نمی تانستم. بعض وقتا انتظار چقدر سخت است. انتظار لحظه لحظه زندگی آدم نارام می سازه. خواب چشمات را بوده میشه و مثل کسی میمونی که در صحرا گیر مانده. با وجودی که دلش میخواد منزل بزنه، اما توان را رفتن نداره. مجبور است منتظر بمانه. کسی از دوردست ها بیایه قطره آب از کوزه به دهنش بریزه تا دوباره جان بگیره. ما ماها منتظر ماندم تا بتانم به کمک سفارت ترکیه به این کشور برم و یک بار دیگه به آرزوهایم نفس تازه بتم. 6 ماه سپری شد. دیگه انتظار به پایان رسید. ناامید شدم. چون 2 ماه از وقت معاینه اعلام نتیجه امتحان میگذشت. فکر کردم ما در جمع کامیاب شده ها نبودیم. از این رو دیگه ایمیل ما چک نکردم. دو امتحان یک دوستم به نام زکریا اشتراک کرده بود. در روز شده بود او را ندیده بودم. یک روز شام که خیلی دلتنگ بودم، از خانه به بهانه نماز خواندن در مسجد برآمدم. نماز در خانه خوانده بودم. به مسجد نرفتم. خواستم چند لحظه در پس کوچه ها قدم بزنم که زکریا را دیدم. با او احوال پرسی کردم. زکریا گفت که برش درست شده ایمیل آمده به خاطر کامیاب شدن در بورسیه ترکیه. مامی که این خبر را شنیدم به عجله به خانه رفته ایمیل ما چک کردم. دیدم که بر مام ایمیل آمده بود. به حد خوش بودم که هم گریه میکردم و هم خنده. بر اولین بار چنین حالت برم پیش شده بود. بالاخره تانستیم راهی ترکیه شویم. وقتی در میدان هوایی ترکیه بودیم یک حس و حال دیگه داشتیم. فکر میکردم پرواز میکنم. در کنار درس خواندن اعتماد داشتم که یک رویداد خوش دیگه هم برم رخ میده. چون حسم خیلی عجیب بود. به هر ترتیب بعد از گذراندن یک سلسله تای مراحل رسمی وارد پوهنتون و لیلیه شدیم. لیلیه پر از پسرای جوان هم ترک و هم خارجی بود. یک جای منظم و خیلی پاک بود. تا پیش از اینچنین لیلیه مجهز و زیبا ندیده بودم. در هر اتاق 3 نفر بودیم. ما یک پسر از کشور ازبکستان به نام مظفر، یک پسر دیگه ترک به نام آیبار همراه ما بودند. پسران خوب بودند. این پسر ترک در اصل در یکی از روستاهای ترکیه زندگی میکرد که به خاطر درسایش اینجا به لیلیه آمده بود. او میگفت 1.5 سال شده که اعضای خانواده را ندیده. بعد از 1 ماه که در اینجا سپری کردیم، یک روز موقع درس دادن استاد در صنف متوجه یک دختر شدم.
او سوال داشت. وقتی میخواست پرسش خود مطرح کنه، درست حرف زدن نمیتونست. مرا خنده گرفت. او متوجه خندیم شد. اما در اصل هیچ تحت تاثیر خنده های کسی قرار نگرفت. ادامه داد و در اخیر گفت. سوال کردن هیچ وقت عیب نیست. کسایی که به طرز سوال کردنم خندیدن، در حقیقت به خودشان میخندن. چون ندانسته پیش میرن. چون جرأت سوال کردن ندارن. با این حرفش خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. واقعا شرمنده شدم. یعنی اینجا جایش نبود که باید میخندیدم. بعد از این ساعت درسیم صنف رخصت شد. من دنبال او دختر رفتم. دیدم در صحن پوانتون بود. میخواستم نزدیک شوم و از او معذرت بخوایم. اما امی که چشمش به من خورد، او جرا ترک کرد. چند روز امی قسم بود. با همه همسنفیایم رفتار خوب داشت، ولی همراه من هیچ حرف نمیزد. برخوردش خیلی جدی بود. در کشور مثل ترکیه که همه خیلی آزاد و صمیمی بودند، او جدی و خشن بود. بالاخره یک روز تانستم همراهش حرف بزنم. با مجرد معذرت خواستنم قلب دختر نرم شد و گفت حرف نداره، همی که پشیمان شدی گپ خوب است. بعد از امون معذرت خواهی زیادتر کوشش میکردم با او صحبت کنم که با واقعیت مرا ببخشه و نفرت نسبت به من نداشته باشه. یک مدت هم تصمیم گرفتیم با همدیگه ترکی حرف بزنیم تا صحبت کردن هر دوی ما خوب شوه. این ترکی صحبت کردن ما باعث میشد خیلی از اوقات در کنار هم زیر درختان بلند و سبز پوانتون بگذرانیم. بعضی اوقات هم با دوستان خارجی به سیاحت های جای تاریخی و زیبای ترکیه می رفتیم. برادر کلانم به ما پول می فرستاد. برادرم در امریکا زندگی می کرد. اما این دختر که اسمش نورا بود بیشتر از ما پول خرج می کرد. اونا خیلی پولدار بودن. پدرش هر ماه برش پول می فرستاد. او هم خرج می کرد. وقتی نسبت به سابق کمی صمیمی شدیم زیادتر برم می گفت که باید پول خودم نزد خودم نگه دارم که کارم میشه. او پول مصرف خود کرد. نورا دختری بود که نمیتونست به آسانی با کسی دوست شوه. شخصیت متفاوت داشت. قلب مهربان و پاک داشت. در ضمن بیشتر از پسرها گوشه‌گیری میکرد. با ما و اماتاقیایم صحبت میکرد. با بقیه پسرها کار نداشت. با ما قسم رفتار میکرد که نمیتونستیم از چوکات خارج حرف بزنیم. وقتی اما عادتهای خوب را نورا را دیدم از او خیلی خوشم آمد. خیلی کوشش کردم حتی زیادتر از عادتهای ما تغییر دادم تا بتانم قلب دختر را به دست بیارم. با وجود که قلب نورا را به دست آوردم و به من اعتماد کرد، اما او قدر هوشیار بود که تمام کارهای عملی خود توسط من انجام میداد و اگر میگفتم نمیتونم در جواب میگفت. پس یعنی اینقدر کارم به خاطر من انجام داده نمیتونی. به هر حال سختترین کار هم که به خاطر او انجام میدادم خوش بودم. خیلی برام آسان و ساده به نظر میرسید. وقتی نورا هم این همه زحمتهای مرا دید، یک شام که کنار پنجره ایستاده بود و من ازش رفتم، برام گفت که در زندگیش هیچ کس به این اندازه به او عشق نورزیده. فهمیدم عشق مرا پذیرفته. همونجا برش گفتم که خیلی دوستش دارم و میخوایم با او ازدواج کنم. او هم با لبخند همیشگی قبول کرد. در تمام 4 سال که اونجا بودم در روزهای خوش و ناراحتیم همراهیم بود. اما دختر هوشیار بود. با آنکه دلم میخواست نزدیک شوم، اما او میگفت هر زمانی که با هم نامزد شدیم میتونم ببوسمش و در آغوش بگیرمش. من با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر عاشقش میشدم. تا ای که 4 سال گذشت. وقتی دوباره هر دوی ما به افغانستان برگشتیم، 2 ماه طول نکشید که مادرم به خانه اونا به خواستگاری رفت و ما نامزد شدیم. دوره نامزدی ما بیشتر از 4 ماه زمان نبرد. ازدواج ما صورت گرفت و من به عشقم رسیدم. در محفل عروسی فکر میکردم رویا میبینم. وقتی کنار نورا استاده بودم از خوشی دهنم بستن نمیشد. خیلی خوشحال بودم. نورا هم بعد از عروسی طبق میل خود ما زندگی کردن با ما آغاز کرد. همون دوستای قدیمی بودیم، اما دیدم میشد اعضای خانوادیم از این کار راضی نبودن. اونا میخواستن نورا طرز لباس پوشیدن، حرف زدن و برخی عادات خود تغییر بده. وقتی نورا در این مورد با ما صحبت میکرد که چیکار انجام بده،
ما برش می گفتم که بر ما این قسم که هستی بهترین و زیباترین زن جهان هستی. بازم اگه خودت می خواهی می تانی تغییرات در وجودت بیاری. ما روزانه به دفتر می رفتم و نورا به کار نرفت. اما می دیدم به مرور هر روز تغییر می کنه. پشمرده تر می شد. نگران می بود. افسرده به نظر می رسید و به یک بارگی خیلی تغییر در وجودش دیدم. یک روز به شدت مریض شد. وقت نزد دکتر رفتیم گفتن حامل است، اما به خاطر ضعیفی تخمدانش نمیتونه جنینه در خودش نگه داره، که همین طوری هم شد. دو ماه از جنین در بطن نورا نگذشته بود که سقط شد. نورا خیلی حالش بد شد. شب همه شب کودکش به خواب میدید. بعد از سپری شدن یک سال دوباره تانستیم صاحب کودک شویم. با آنکه نورا از او حالت قبلی برآمده بود، اما مثل دختر نبود که ما در ترکیه دیده بودمش. آدم آرام شده بود. زیادتر از یک دوست کوشش میکرد مثل یک زن برخورد بکنه. ما دوست داشتم در هر ثانیه زندگیم او مثل رفیق، همدم و همرازم بمانه. با ما به تمام آرزوهایی که با هم دیده بودیم برسیم. برم مشوره بده، مثل سابق از رگ رگ وجودم با خبر باشه. اما توجه نورا بیشتر روی رسم و عنعنات خانواده بود. کوشش میکرد بهترین غذا بپزه. سبک لباس پوشیدنش تغییر داد. هر آنچه مادرم میخواست همو کار را انجام میداد. بعضی وقتا درکش میکردم. ممکن در خانه اعضای خانوادهم روش فشار وارد میکردن که باید به فضای خانواده انس بگیره. اما حس میکردم از دوستی سابقه ما دور شده میریم. وقتی میخواستم با ما بشینه و قصه کنه ظرف میشست. وقتی میخواستم که با ما در مورد ای که به جلسه کاری چی لباسی بپوشم و از کدام عطر استفاده کنم حرف بزنه، بیشتر ترجیح میداد در کارم دخالت نداشته باشه. ما در تمام زندگیم از یگانه چیزی که رنج میبردم ای بود که نمیخواستم به سبک بقیه اعضای خانوادیم زندگی کنم که ما امر کنم و خانم مام قبول کنه. میخواستم همسرم دوستم باشه، کنارم بمانه، در سختی ها تنهایم نگذاره و در کارهای دفترم کمکم کنه، که یک قسم نشد. همه چیز تغییر کرد. بخصوص وقتی کودک ما به دنیا آمد، نورا اصلا مرا فراموش کرد. همه توجهش به طرف کودکش بود. همین مسائل باعث میشد که عشق سابقه ما کمرنگ شده بره. ما دیگه به اندازه سابق اسیری ای عشق نبودم. کوشش میکردم بیشتر شبها را با دوستایم بیرون از منزل به سر ببرم. به میله و چکر برم. لباسهای من خودم تنظیم کنم. و نورا اصلا در این مدت که بیرون از منزل می بودم نگران نمی شد. اگر یک بار به خاطری که اطلاع بیافه شب به خانه می آیم یعنی دیگه هیچ تماس با من نمی گرفت. این موضوع بیشتر مرا رنج می داد و از عشقم نسبت به او کاسته می شد. تا ای که گپ به دعوا و گفتگو کشیده شد. هر کدام ما به خاطر این وضعیت دلایل خود ما را داشتیم. در همین وضعیت ما در دفتر کارم با یک دختر دیگه به نام یاسمن معرفی شدم. او دختر شوخ‌طبع و مهربان بود. به تمام معنا ما را درک میکرد. در کناری که در دفتر با ما کار میکرد کوشش میکرد همه را بخندانه. کار را بر ما به یک تفریح تبدیل ساخته بود. یاسمن دختر آزاد بود که پابند هیچ نوع قیودات و محدودیت ها نبود. او 5 برادر داشت و هیچ خواهر نداشت. از این رو به مثل مردا کلان شده بود. زیادتر خوی خواصش مردانه بود. با آنکه دختر خوش برخورد بود اما کس جرأت نمیکرد در مقابلش به او بی احترامی کنه. مردانوار در مقابل همه چیز می ایستاد. یک مدت ما و یاسمن در یک پروژه کاری مصروف شدیم. مجبور بودیم چای، قهوه و غذا را با هم بخوریم. این سبب می شد در مورد همدیگه بیشتر بدانیم. حالا کار برم به یک تفریح تبدیل شده بود. زیادتر کوشش میکردم ناوقتر به خانه برم. در خانم بیشتر اوقات مصروف پیام دادن به یاسمن بودم. یاسمن با آن که دختر نبود که بخواه با ما خوشگذرانی کنه، اما به مثل یک همکار با ما برخورد میکرد. به پیامایم جواب میداد و کارا را هم به نیت خلوص آماده میساخت.
میفهمیدم نورا وقت مرا میبینه اقدر مصروف موبایل و کمپیوتر استم، در موردی که شاید در زندگیم کس دیگه آمده باشه شک کده. اما ما به این نظر او چندان ارزش قائل نمیشدم. ما ملامت نبودم. کوشش میکردم به او بفهمانم که اگه کم زیادتر از ما دوری کنه، شاید رابطه ما خیلی به حالت سخت قرار بگیره. میخواستم درک کنه که در وظایف و محبتش نسبت به ما کوتاهی میکنه. اما نورا مثل که هیچ چیز نمیفهمید. از همه چیز خیلی عادی میگذشت. ما به اندازه با یاسمن عادت کرده بودم که کوشش میکردم از شر دختر و زنم رهایی بیافم. خانه که میرفتم همواره جنگ میکردم. نورا هم تا آخرین حد با ما دعوا میکرد، گریه میکرد، اما دیگه گریه هاش برم ارزش نداشت، چون میدانستم به خاطر چشم پوشی از اشتباهاتش کوشش میکنه گریه کنه که ما به او دل بسوزانم و همه چیز فراموش کنم. او حتی اقدر به ما وقت نداشت که یک روز با هم بشینیم و فیلم تماشا کنیم. آخری همه کارهای خانه و مواظبت از دخترم و مرا خوش میساخت. درست است، ما دخترم خیلی دوست داشتم، اما در کنارش ما به محبت و مهر همسر خود نیاز داشتم که روزها کاملا از او بی بهره بودم. دعوا و مشاجره ما به حالت رسید که نورا مرا مجبور ساخت او را به سیلی بزنم، و از همه زیادتر وقت بسیار اعصابم به هم خورد که وقت نورا را به سیلی زدم و هم به صورتم به مشت زد. این مسئله سبب شد تا بیشتر او را مورد لطکوب قرار بدم، بیشتر از اون نفرت کنم، حتی خاطر خانواده ما نکد و در پیش روی همه مرا به مشت زد. باید خاموش میماند و هر آنچه بین ما اتفاق میفتاد در اتاق خود ما حل میکردیم. خودش بدون ای که ما چیزی بگویم در اتاق عمومی پیش روی همگی با ما دعوا را انداخت و مرا بی‌غیرت صدا کرد که چرا همراه زن دیگه رابطه دارم. درست است، باید خودم را کنترل میکردم، اما دیگه صبرم لبریز شده بود. نورا بعد از امو دعوا و لطکوبش به خانه پدرش رفت. همی که پدرش، کاکاها و برادرایش در مسئله خصوصی ما دخیل شد، ما دیگه تا به این وضعیت نداشتم و برش گفتم هیچ وقت دیگه به حیث خانمم قبولت ندارم. نورا هم از ما درخواست طلاق کرد. با اون که ما در احساسات به او چنین حرف را زده بودم و حرف جدایی در میان ما نبود، اما او از ما خواست طلاقش بودم. دعوای ما به محکمه فامیلی شهر کابل کشیده شد. هر دو به حد آخر ضد کردیم و برخلاف هم دیگه هر آنچه به زبان ما میامد میگفتیم. اما در جلسه اول و دوم امکان نداشت مسئله طلاق یک طرفه شود. محکمه چند ماه وقت برای فکر کردن داد. ما یک دوست داشتم که در ایران زندگی میکرد و اوام خانمش طلاق داده بود. با او تماس گرفتم که چطور بتانم قضیه را به نفع خودم فیصله کنم و محکمه دخترم به ما بده. حتی دوست نداشتم تا 7 سالگی دخترم نزد نورا بانه. رفیقم که رضانام داشت برم گفت شب به فرصت برم تماس بگی تا برات مشوره بدم. وقتی همه داستان برش قصه کردم و حتی گفتم که بعد از طلاق میخوایم به یاسمن پیشنهاد ازدواج بدم، او برم گفت رفیق، اگه از ما میشنوی یک بار به همه وقتی که با هم داشتین فکر کن، نکنه بعد از طلاق مثل ما پشیمان شوی و هیچ کار برای خودت انجام دادن نتونی. فکر کن اشتباهات تو در زندگی زیاد بود، یا از او تو زیاد رنج کشیدی، یا نورا تو بیشتر باعث شدی زندگیتان به این وضعیت برسه، یا نورا. همه اینا اعصاب آرام نیاز داره. اگه تو فکر کنی که یاسمن کسی است که میتونی با او زندگی کنی، پس نورا چی؟ او رو به خواست خودت گرفتی، عاشقان بودین که ازدواج کردین، با یاسمن هم بعد از ازدواج با چنین سرنوشت روبرو میشی. با اون که در اون لحظه خیلی جدی از خودم در مقابل حرفای رضا دفاع کردم، اما چند شب بعدتر از او زیادتر درگیر این فکر بودم که در زندگی ما کی بیشتر مقصر بود. بدون ای که از خودم دفاع کنم منطقی فکر کردم، دریافتم که نورا بیشتر از ما قربانی این زندگی شده بود. او تمام آرزوهای شب به خاطر ما دفن کرده بود. با زندگی و فامیلی که ما داشتم آنز گرفت. همه وظایفش درست انجام داد. در بدترین شرایطی که تازه ولادت کرده بود، در حالی که او شب بیداری میکرد، ما یا نزدش نبودم یا میخوابیدم. وظیفه نرفت. دا
درسهایشم ادامه نداد. برمه هم سری کرد و به دختر مادر مهربان بود. پسی ما بودم که در وظایفم کوتاهی کرده بودم. و هیچ وقت در وجود کس دیگه همسر خوده نیافت. اما ما به او خیانت کردم، فکر کردم میتونم کس دیگه را جایگزینش بسازم. با وجود که بعد از این ما فکر کردن عذاب وجدان میکشیدم، اما غرور مردانه اجازه نمیداد در مقابل نورا سرخم کنم و معذرت بخوایم. در زمین یک موضوع که خیلی اعصاب ما به هم میزد ای بود که آخر چرا نورا درخواست طلاق کرد؟ ما که قدر از او خسته نشده بودم. شاید زندگی ما دوباره خوب میشد. نامم بد شد. همه در مورد ما حرفای بد و رد میزدن. از امین رو نتانستم به خاطر معذرت خواهیام نزد نورا برم و ماندم پرونده طلاق پیش بره. بازم سراغ رضا رفتم و به او در مورد احساسات و اتفاقاتی که افتاده بود قصه کردم. رضا برم گفت: میدانم تو غرور مردانه داری و زد کردی. پس میتونی همه ای حرفایت بنویسی و به نورا بفرستی. اگه او خواند و راضی شد خوب، اگر نشد طلاق بگیریم. باز در این صورت او ملامت این ماجرا خواد بود. ما بازم تا یک هفته جرات نکردم این کار را کنم. اما وقتی در مورد وقتی که در ترکیه با هم سپری کرده بودم و خوبیاش فکر کردم، فهمیدم هنوزم چقدر دوستش دارم. برش یک نامه نوشتم. تمام احساسات و اتفاقات را بیان کردم. علت دور شدنم از او و به خاطر حرفایی که او مرا مقصر میشمرد برش بیان کردم. بعد در آخر معذرت خواستم. دل نادل بودم که این نامه را بفرستم یا خیر. بالاخره برش ایمیل کردم. او هم دو روز بعد از فرستادن نامه برم زنگ زد و گفت برای آخرین بار میخوایم در یکی از رستورانت های کابل ببینمت. با آنکه امید نداشتم که همه چیز رو برا شوه، اما با او ملاقات کردم. در آغاز اصلا نمیدانستیم چگونه حرفا را آغاز کنیم. هر دوی ما با آنکه از درون میسوختیم، اما ظاهرا مثل یک سنگ خود سخت گرفته بودیم. بالاخره ما در مورد طلاق حرفای ما آغاز کردم. او هم دلیل گفت و ما هم گفتم. بعد در حین صحبت کردن ما او از خاطر نامه‌ای که برش نوشته بودم تشکری کرد. ما هم نتانستم خودم کنترل کنم. از او معذرت خواستم. دستش گرفتم و ازش خواستم دوباره به خانه برگرده. نورا هم خیلی گریه کرد. هر دوی ما به اشتباهات ما پی بردیم. معذرت خواهی کردیم و دست هم دیگر گرفتیم. هنوزم وقت دستش گرفتم قلبم می تپید. یعنی فهمیدم جای او را هیچ کس و هیچ چیز پر کردن نمیتونست. با آنکه خیلی از قوم و خویش ما در مورد قضیه طلاق ما خبر شده بود، اما به یک قسم به همه گفتیم که غلط فهمی شده بود. نورا به خاطر مسئله میراث پدرش به محکمه خواسته شده بود، اما همه فکر کرده بودن مسئله طلاق ماست. با آنکه خوب میفهمیدیم کسی حرفا را باور نمیکنه، اما حداقل در مقابل ما زبانشان بسته شد. ما و نورا با دخترک نازم دوباره زندگی ما را آغاز کردیم. مام به وظایفم توجه کردم، عشق بیشتر به زن و دخترم دادم و نورا هم توجه بیشتر به ما میکرد. تانست دوره ماستری خود در پوهنتون کابل آغاز کنه. دخترمم کودکستان رفت و حالا که 3 سال میگذره هیچ وقت با مشکل بزرگتر روبرو نشدیم که زندگی ما را به هم بزنه. پایان داستان.